تغییر آقای رئیسی تغییر مهمی در اقتصاد ایجاد نمیتونه بکنه. دلیلش هم این هستش که این مشکلات اقتصادی که در واقع امان مردم رو بریده دو ریشه داره. یکی سیاست خارجی تهاجمی جمهوری اسلامی هست که در واقع نابودی اسرائیل رو منتهی هدف خودش مثلا قرار داده، سپاه قدس رو انداخته که سپاه قدس بودجش از ارتش ایران و اینا اهمیتش در نظر استراتژیک از ارتش ایران هم بالاتره که برای حفظ امنیت مرز هست. یه بخشی سیاست خارجی تهاجمی هست و تنش‌زا. دومیش هم مهار نکردن نقدینگی و ایجاد تورم هست با بی‌انضباطی مالی که در سیستم در نظام بانکداری هست و در هیچ کدوم از این دوتا جانشین آقای رئیسی خیلی بعیده که بتونه تغییر مسیر ایجاد بکنه. مثلا جانشین آقای رئیسی میخواد بیاد سیاست خارجی تنش‌زای جمهوری اسلامی رو آیا اصلاح بکنه، کینو باور میکنه، یا مثلا آیا جانشین آقای رئیسی میخواد بیاد به ناگهان بیاد نظام بانکی فاسد و ناکارآمد مثلا کشور رو اصلاح بکنه و نقدینگی رو مهار بکنه، مثلا انضباط مالی رو برگردونه، انضباط پولی رو برگردونه، چون این سیاست پولی جمهوری اسلامی یعنی مانیتری پالیسیش حتی از سیاست های مالیش یا فیسکال پالیسیش حتی از اون هم بدتر و نابسامانتر. بعید میدونم، یعنی میشه مصداق بارز مثلا به انگلیسی زبان به زبان انگلیسی بخوام میگم wishful thinking یا آرزو اندیشی میشه، خیالات خام میشه که ما چنین گمانی داشته باشیم.